ولی خب الان مثل که 6 ماه طول میکشه این پروسه که تموم بشه کارش. بله، حالا و شما اون سوالتون چیه؟ رو بردارن. میخواستم ببینم آیا این نرماله یا به اصطلاح بیشتر از این میخواد طول بکشه. آیا نه عزیزم، من از تلویزیون جواب شما رو میدم. مرسی، ممنون از شما عزیزم. این پروسه نرماله، ولی به خاطر داشته باشید شما با اداره مهاجرت کار دارید، یه وقتایی 2 ماه 1 ماه 2 ماه بالا پایین میشه، تحمل داشته باشید، هیچ مسئله نیست. اداره مهاجرت بسیار سریع و درست کار میکنه و جواب شما رو میده. میخواید خط بعدی رو بله بگیرید؟ بله، خط بعدی رو من اعلام میکنم که موعد کنن تماس بگیرن با شماره 818-301-8000. برنامه ما به صورت لایف تقدیمتون میشه در حال حاضر و میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون در زمینه مهاجرت رو مطرح کنید. بینندگان عزیز، 818-301-8000. و اما شماره یه دفتر آقای اصیل رو خدمتون یادآور میشم، 310-271-3600. بپردازیم به ویزای نامزدی. که بله، شما همیشه تا صحبت ویزای نامزدی میشه من دیدم بابا هم میگی پشتش چرا مرسید بفهمید که ویزای نامزدی هم خانم خیلی خوبه، برای اینکه خب بچه ها میخوان از ایران بیان اینجا، میخوان ازدواج بکنن و خب خیلی قشنگه و بیشتر جوانای ما که اینجا هستن، آقایون همه خوب هستن، میرن ایران، مادر، خواهر، خاله، هر کسی برای نه دختر خانمی رو در نظر میگیره، میرن، خب خوششون میاد، انتخاب میکنن، بعد به ویزای نامزدی میرن آمریکا. داریم که بعضی از این جوانها 1%، 1 در 1000، خیلی کم، وقتی که میارن جه و پشیمون میشن. بله. میگن آمدی و خوشم نیومد و آره برگرد برو. خب عزیزم خانوما، عزیزم دختر خانوما، به شما میگن مثلا اگر ما از طریق گرین کارت بریم جلو ازدواج بکنیم 2-3 سال طول میکشه، بهتره من شما رو نامزدی بیارم اینجا، اینجا بعد هر 3 ماه وقت داریم ازدواج بکنیم. عزیزم هم چیزی نیست، خانم فتی هم چیزی نیست، ویزای نامزدی با گرین کارت 1 ماه فرق داره، یعنی اون 8 ماه، این 10 ماه، درسته؟ حالا این دختر خانم بعد شما فکر کنید، بالاخره آدم انسان، دخترها خانوما با قلبشون میرن جلو، مردا نه. بله درسته، برای مرد خیلی آسونه یکی رو نخواد، ولی دختر علاقمند میشه، زشت، خوب نیست. بعضی وقتا تلفن میزنم من گریم، آقا من آورد اینجا من چیکار کنم الان، اینجوری من دیگه نمیخواد. خب ما به شما عرض میکنیم بهتر ازدواج کنید خانم. بگو اگه منو میخوای، من پرسیدم، من میگم به شما 3 سال و 2 سال و 5 سال نیست، 2 ماه 1 ماه فرقشه. ویزای نامزدی باید هم دیگر رو توی 2 سال گذشته 1 بار دیده باشید. نمیتونید بگید من اینو دوست دارم، با کامپیوتر آشنا شدیم، خالم معرفی کرد. نه، باید توی 2 سال گذشته 1 بار هم دیگر رو دیده باشید و عرض کنم نشون بدید که به اصطلاح با هم دیگه ارتباط داشتید، کامپیوتر، تلفن، قبلاشو باید نگه دارن، اینا رو همه این کارا رو با دفتر تماس بگیرید. راجع به ویزای نامزدی بیشتر صحبت می‌کنیم. سپاسگزار دفتر آقای اصیل. بینندگان عزیز، 310-271-3600 و با شماره استودیو 818-301-8000 در حال حاضر میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. جانم بفرمایید بیننده عزیز، تشریف دارین. سلام به شما، بفرمایید سوالتون رو. ببخشید من میخواستم سوال کنم که پسر من برای گرین کارت براش اقدام کردم، کشورشو عوض. اول معذرت میخوام، از کجا زنگ میزنید شما؟ کشور دیگه است. بیننده عزیز، شما از کجا دارید تماس میگیرید در حال حاضر؟ من از مونتری آمریکا. از آمریکا تماس میگیرم. بله خب بفرمایید سوالتون رو. بعد میخوام ببینم که الان این کشورش عوض کرده، من الان باید تغییر آدرس بده یا اینکه من باید صبر کنم پکیج بیاد بعدن ما آدرس رو تغییر بدیم؟ اوکی، جواب شما رو از تلویزیون میدم عزیزم. آدرس شما هر موقع عوض میشه فوری به مراجع قانونی اطلاع بدید که به اونجا برای شما جواب بیاد، به اگر آدرس رو عوض میکنید توی فرم هم میگه، سریع این کار رو انجام بدید. خط دیگه هست؟ خط دیگه رو هم به موقع پاسخ میدیم. من شماره تلفن استودیو رو خدمتتون عرض میکنم،
818-301-8000 بینندگان عزیز. بپردازیم به این که کسانی هستن آمدن به آمریکا ولی مثلا یکی از اعضای خانواده دختر پسر نتونسته بیاد، آیا چه کارهایی برای اونها میشه؟ مثلا سنشون بیش از 21 سال. سوال خوبی کردید عزیزم. مثلا داریم که دختر خانم اینجا، یه پسر آقای پسر اینجا هستن، اینها سیتیزن شدن، برای پدر و مادرشون درخواست گرین کارت کردن، آمدن آمریکا، پدر و مادر، بعد اینا یه بچه دیگه هم در ایران، یه دختر خانه و پسر دیگه دارن که اونا با اینا نتونستن بیان. چرا؟ چون وقتی فرزند برای پدر و مادرش میده ظرف یک سال گرین کارت میگیرن، ولی وقتی فرزند برای برادر و خواهرش میده 13 سال طول میکشه. بله بعد اینا جا میمونن. اتفاقا مرتب داریم دختر خانم های 25 ساله، 28 ساله، 30 ساله. چی قانونی هست به نام Child Protection Act، یکیشه، یکی هم هست Humanitarian Parole، بخشندگی انسانی. درسته؟ که اینها 3000 تا در سال واشنگتن رو صادر میکنه، برای اینکه دختر خانم یا پسری، آقا پسری که جوونه، تک و تنها تو ایرانه، به اینها ویزای پرول میدن، میان اینجا میگن این مدتی که میخوای تو آمریکا بمونی واسه گرین کارت، اینو تو آمریکا بمون. اینها را هم اگر تماس بگیرید به شما توضیح کامل خواهیم داد. خب شماره آقای اصیل رو خدمتتون عرض میکنم، 310-271-3600 و وبسایت asilusa.com. میریم به در واقع اعلامیه برنامه ایشون میپردازیم و بعد بر میگردیم و سوالات دیگر رو با آقای بیژن اصیل در میان خواهم گذاشت. با ما همراه باشید. اتاق فرمان اگر حاضر باشن میریم به آگهی ایشون و برمیگردیم در خدمتتون. بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با 33 سال تجربه. سرمایه گذاری ای بی 5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما توسط معتبرترین پروژه مرکز منطقه شهر لس آنجلس در کوتاه‌ترین مدت. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا، اخذ ویزای توریستی و تجاری آمریکا و ویزای شنگن، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و ارائه کلی خدمات مهاجرتی آمریکا. برای اطلاعات بیشتر از دفاتر آقای اصیل به وبسایت www.asilusa.com www.asilusa.com مراجعه کنید و برای مکاتبه با ایمیل info@asilusa.com و یا با تلفن 310-271-3600 تماس حاصل فرمایید. خب برگشتیم خدمتون. یک بار دیگه من شماره استودیو رو خدمتون عرض کنم. برنامه ما به صورت زنده تقدیمتون میشه و جناب اصیل با 33 سال تجربه‌ای که در امر مهاجرت دارن به آمریکا میتونن پاسخگوی شما بینندگان عزیز باشن. با شماره 818-301-8000 میتونید با ایشون تماس بگیرید. 818-301-8000 این تلفن استودیو، البته تلفن ما نیست، تلفن ایشون که الان اگر میخواید زنگ بزنید، بله، تلفنی که میتونید به طور مرتب با آفیس آقای اصیل تماس بگیرید هست 310-271-3600 که در زیر صفحه هم قید شده و وبسایت asilusa.com بیرندگاه. البته این وبسایت عزیزم خیلی زحمت کشیدیم، بله، به زبان فارسی هم هست، به زبان فارسی تمام اطلاعات که راجع به ویزای تحصیلی، ویزای کار، ویزای ای بی 5. یکی از مسائلی که خیلی مهمه برای دانشجوها، بچه هایی که میخوان بیان آمریکا درس بخونن، یاد زمان خودمون میفتیم 45 سال پیش، این خیلی الان خوبه و برای جوانایی که میخوان بیان تحصیل بکنن، ویزای تحصیلی دارن، بله، ویزای تحصیلی. بیشتر سفارتخونه ها تافل آیلس میخواد که دانشجوها باید داشته باشن. بله اگه تو وبسایت برن میبینن قسمت دکمه های مختلف برای رشته های مختلف هست. این ویزای تحصیلی که عرض میکنم خانم فتی از دانشگاه بسیار معتبره، یکی از هشتمین بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا هستش، که این دانشگاه‌ها تافل آیلتس لازم ندارن، با ما همکاری میکنن، به ما ویزاهای کاندیشنال میدن، یعنی
پذیرش دانشگاه کاندیشنال میدن، شرطیست در به شرطی میدن که بیا ادامه تحصیل بده، بیا اینجا درس تو، بیا اینجا زبان تو اینجا بخون، بعد برو تو رشته خودت، حالا فیزیک، شیمی، کامپیوتر یا هر رشته که میخوای بخونی بیا بخون. ولی دانشجوها باید بدونن، دانشگاهی که ما باشون کار میکنیم، عزیزان من، معدل زیر 14 قبول نمی کنن، قبولی نمی دن، برابری ما قبول نمی کنیم. معدل شما باید بالای 14 باشه، تافل آیلتس لازم نیست. رشتتون رو میتونید وقتی اومدید آمریکا، دانشگاه رفتید عوض بکنید، دانشگاهتون رو عوض بکنید. سفارتخونه ها سیاسی هستن، وقتی میرید ویزا بگیرید این همه سیاسی هستن، درسته ویزا صادر میکنن، اینا اداره مهاجرت نیستن. اداره مهاجرت خیلی بهتره وقتی وارد آمریکا هستید، اینجا خیلی آسونتر میگیرن به مردم. روی این هست وقتی میایید اینجا میتونید دانشگاهتو عوض بکنی، رشتتو عوض بکنی. سفارت ها اذیت میکنن، چه رشته ای، چیه، چرا میخوای عوض کنی، اینا باعث ناراحتی میشن. روی این هست خیلی مهمه برای دانشجوهایی که میخوان توی مملکت بیان درس بخونن، معدلشون بالای 14 باشه، تافل آیلتس مطرح نیست اصلا. توی وبسایتمون کاملا توضیح دادیم که به اصطلاح راجع به ویزای تحصیلی دو صفحه کامل توضیح دادیم، اگر بخونید همه رو متوجه میشید، میتونید با دفتر تماس بگیرید. فکر تافل آیلتس 6.5 نکنید اصلا، برای اینکه سفارت لازم نداره. از این دانشگاه ها خانم ما پذیرش که میگیریم، سفارت خونه ها چون دانشگاه معتبره و به آسونی پذیرش نمیده ویزا میدن. حالا بعضی ها میرن از کالج برای زبان دو ساله، اینا همه رد. سفارت ویزا به اینا نمیده. بله بله. که بخوام بیان امریکا زبان بخونن، میگن زبان رو تو همون زبان رو تو ایران بخون، دانشگاه درست حسابی باشه تا بله. اینا اونا دانشگاه حسابی اونم پذیرش به آسونی نمیده، معدل بالا ها رو میدن، نمرات شاگردان زرنگ، بله همه رو بررسی میکنن، ریز نمرات رو بررسی میکنن که دانشجو خوب بگیرن، دانشجو خوب بگیرن. البته به شما دانشجو خوبم که میاد به اینا چیز میدن، به اینا اسکالرشیپ میدن. نه از اول ها دانشجو آقای اصیل میشه ما بیایم اونجا اسکالرشیپ بگیری، نه اولش باید بیاید اسنویسی بکنید، دانشگاه وارد بشید، دو ماه سه ماه درس بخونید، خودشون میفهمن شما دانشجو خوبی هستی. یه خوبی هم دارید دانشگاه خانوم، دورمیتوری داره، خوابگاه داره، صبحونه، نهار، شام، کتاب، بیمه، همه چی دارن. این بچه ها کاملا در آسایش هستن، بله جایی دارن برای اینکه بتونن به هر حال حضور داشته باشن، استراحت بکنن. و یادآوری بکنم که وبسایت آقای اصیل همه به زبان فارسی و توضیحات کامل رو داده که میتونید به asilusa.com مراجعه بکنید، خیلی راحت میتونید اطلاعات کسب بکنید توسط وبسایت ایشون. من شماره تلفن دفتر آقای اصیل رو یادآوری کنم خدمت شما، 310-271-3600 و همون شماره استودیو که برنامه ما به صورت لایو در حال حاضر هست، 818-301-8000. اگر سوالی دارید هرچه زودتر تماس بگیرید. میریم به خطی اگر اجازه میدید و سوال بیننده عزیز از شما. جانم بیننده عزیز بفرمایید. الو بیننده عزیز تشریف دارین؟ خب گویا معطل شدن، به خط بعد میریم. جانم بفرمایید. الو ببخشید من دوباره مزاحمتون شدم. آدرس من عوض نشده، آدرس پسر من عوض شده. من باید صبر بکنم یا اینکه باید تغییر آدرس بدم؟ عزیز من در هر صورت چه مال شما چه مال فرزند شما باید فوری اطلاع بدید. بله ممنون، مرسی. میریم به خط دیگری. خوب قطع شده، میریم به خط بعد. جانم بفرمایید بیننده عزیز. الو سلام خانم، حال شما خسته نباشید. سپاسگزارم. بفرمایید. از کجا تماس میگیریم شما؟ من از سان حوزه زنگ میزنم. جانم بفرمایید. خوب هستین آقای بیژن یزدی؟ خوبم. درود بر شما. درود بر شما. من سال 2011 برای پسرم اقدام کردم سیتیزن آمریکا. بله. الان 2015 هنوز هیچ خبری نشد، یه نامه برای ما اومده. ولی خواستم سوال کنم ازشون چقدر باید صبر کنم تا این جوابش من از شما چند تا سوال دارم.
پسر شما زیر 21 یا بالای 21؟ نه بالای 21. مجرد یا متأهل؟ نه مجرده. مجرد خب وسط قرار میگیره خانم. از تلویزیون جواب شما رو میدم. از تلویزیون خیلی ممنونم. خواهش میکنم عزیزم. شما سه تا کاتگوری داریم: مجرد، زیر 21،